سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشین من دکتر ربیعی هستم و امروز میخوام در مورد داروی فلوراسپام باهاتون صحبت بکنم و اطلاعاتی در مورد این دارو باهاتون به اشتراک بذارم قسمت اول قسمت معرفی این دارو هستش اسم این دارو فلوراسپام هستش و با نام تجاری فلوراز و دالمادورن توی داروخانه‌های کشور به فروش میرسه کلاس این دارو این دارو متعلق به گروه دارویی بنزودیازپین ها هستش و یوز استفاده این دارو برای استراب برای مشکلات خواب خفیف تا متوسط به عنوان یک داروی آرامش بخش برای جلوگیری از بیدار شدن های مکرر در حین خواب و افزایش مدت خواب یا مدت زمان خواب از این دارو استفاده میشه. قسمت بعدی قسمت مکانیزم باف اکشن یا نحوه عمل کرده داروی فلوراسپام هستش. وقتی که داروی فلوراسپام استفاده میشه این دارو باعث تسهیل اتصال گابا به رسپتورهای گابا در درون دستگاه عصبی مرکزی میشه. وقتی که گابا به های خودش متصل میشه باعث باز شدن کانالهای سلول و ورود یون کلوراید به داخل سلول میشه و وقتی هم که یون کلوراید وارد سلول میشه باعث منفی شدن یا هایپرپولاریزیشن شدن سلول میشه و اینجوری باعث کاهش عملکرد دستگاه عصبی مرکزی و ایجاد یک حس خواب در یک فرد میشه گابا هم خودش یک انتقال دهنده عصبی هستش به اسم گاما آمینو بوتریک اسید و به عنوان یک انتقال دهنده عصبی همونجور که گفتم ازش استفاده میشه قسمت بعدی قسمت دوزش فرمی اشکال داروی داروی فلوراسپام هستش این دارو به صورت کپسول های 15 میلی گرم و 30 میلی گرم توی داروخانه های کشور موجود هستش که میتونید تهیهش بکنید اینجا تصویر داروی فلوراسپام رو براتون گذاشتم که میتونید مشاهدش کنید قسمت بعدی قسمت دوز کانسابشن یا دوز مصرفی داروی فراسپام هستش برای مشکلات خواب چه از نوع بیدار شدن های مکرر در حین خواب باشه یا افزایش مدت خواب این دارو بر حسب نیاز شما 15 تا 30 میلی گرم به صورت خوراکی 30 دقیقه قبل از خواب شما تجویز میشه برای شما که مصرفش بکنید تا مشکل خواب شما رو برطرف بکنه قسمت بعدی قسمت فارماکوکاینتیکس این دارو یا تاثیراتی که بدن بر روی داروی فلوراسپام میذاره هستش ابزوربشن یا جذب این دارو رپیدلی هستش و به سرعت توسط بدن جذب میشه پیک پلاسما تایم این دارو یا زمانی که این دارو به ماکسیموم غلظت خودش بعد از مصرف به پلاس درون پلاسما خون شما میرسه نیم تا سه ساعت طول میکشه متابولیسم این دارو توسط لیور یا کبد انجام میشه و هالف لایف یا نیمه عمر این دارو 48 تا 120 ساعت هستش اکسکریشن دفع این دارو هم توسط یورین یا ادرار از درون بدن شما دفع میشه قسمت بعدی قسمت سیمیلار مدیسن یا داروهای مشابه داروی فلوراسپام هستش داروهای مثل دیازپام، کرودیاز پوکساید، تریازولام، لورازپام، کلوناسپام و زولپیدم از داروهای مشابه داروی فلوراسپام هستند قسمت بعدی قسمت ادورس effect یا عوارض جانبی مصرف داروی فلوراسپام هستش عوارضی مثل درد قفسه سینه گر گرفتگی طعم تلخ دهان خشکی دهان احساس سرگیجه افزایش وزن درد مفاصل و تاری دید از عوارض مصرف داروی فلوراسپام هستش که بعد از مصرف داروی فلوراسپام ممکنه که برای شما اتفاق بیفته قسمت بعدی قسمت احتیاط ها و توصیه های مصرف داروی فراسپام هستش. داروی فراسپام باید برای افرادی که اختلال عمل کرده کبد و کلیه دارن، افرادی که مسن هستن و نوجوانان با دوز کمتری تجویز بشه. در قسمت بعدی مصرف طولانی مدت بنزودیازپین ها مثل داروهای لورازپام مثل همین داروی فراسپام مثل کلوناسپام و داروهای از این قبیل باعث افزایش وابستگی روانی و فیزیکی به این داروها میشه در قسمت بعدی این داروها یا همین داروی فراسپام بعد از اینکه ازش استفاده میشه معمولا بعد از دو تا سه شب مصرف این دارو تاثیر درمانی خودش رو اعمال میکنه و در قسمت آخر این بخش هم وقتی که شما میخواین داروی فراسپام رو ترک مصرف بکنید اولا که این دارو باید تحت نظارت پزشک قطع مصرف بشه و دوما که این دارو حتما باید به صورت تدریجی قطع مصرف بشه و نباید یک دفعه این دارو قطع مصرف شه و قسمت آخر این دارو هم قسمت پرگننسی ان لاکتیشن گرده مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی هستش رده بندی مصرف این دارو در زمان بارداری در رده بندی X قرار میگیره و شما اکیداً حق استفاده از این دارو در زمان بارداری ندارید و در قسمت لاکتیشن یا شیردهی چون که این دارو وارد شیر مادر میشه بهتره که این دارو در زمان شیردهی استفاده نشه خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین من دکتر ربی هستم و محتوای شبیه به این دارو در مورد بیماری های مختلف و در مورد داروهای مختلف برای شما میسازم اگر از کانال من راضی هستید میتونید کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگه سوالی برای شما پیش اومد در مورد این دارو یا داروهای دیگه میتونید اینجا کامنت بکنید من در اسرع وقت بهش جواب میدم ضمن اینجا یک ویدیو پیشنهادی برای شما دارم که بهتون پیشنهاد میکنم که مشاهدهش بکنید مرسی که همراه من هستید